سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای حسین قرایی، نویسنده و پژوهشگر، به کتاب باز خیلی خوش اومدید. زنده باشید. سلام بر شما و همه خوبان. بنده هم افتخار میکنم خدمت شما و دوستان هستم. ما هم خیلی خوشحالیم. امروز 9 آبان سالگرد درگذشت سلمان هراتیه. اهمیت سلمان هراتی در شعر انقلاب و به عنوان یک شاعر چیه؟ سلمان قنبر هراتی یکی از شاعران خوب معاصره که در امتداد شاعرای خوب دیگه آمده. سلمان رفتنش هم یک شعر بود، آمدنش هم یک شعر بود. خودش همه اینها رو در کتاب شعراش گفته. یعنی چی رفتنش شعر بود و همه اینها رو در کتاب شعرش گفته؟ اینو کم توضیح میدید. سلمان یکی از شاعرانیه که رفقاش برای من تعریف کردن، میگفتن 2 هفته قبل از فوتش این شعر گفته، من هم میمیرم. یه شعر من هم میمیرمه که لحظه تصادف خودش و اینها به تصویر کشیده شده. من هم میمیرم در برابر بی تفاوتی چشمهای تماشا، در زیر چرخهای ماشین یک پزشک، حالا اگر اشتباه نخونم، پزشک عصبانی که از بیمارستان دولتی برمیگردد. و واقعا همینجوری بوده؟ نه، حالا ولی تصادف میکنه. ما از برکت مسئولین خوبی که داریم با علامت تعجب، سلمان اون سالها معلم بوده، یعنی در حقیقت محل سکونت سلمان با جایی که تدریس میکرده فاصله زیاد بوده، مجبور بوده هی در رفت آمد باشه و فکر میکنم 5-6 ساعت رفت آمد سلمان به محل سکونتش تا محل تدریسش طول میکشیده. به هر حال اینجوری با سوار یک مینیبوسی مثل این که بودن، تنها کسی هم که از بین میره و از دنیا میره فقط مثل این که سلمان بوده، با کنار دستی سلمان. ای داد و بیداد. و به هر حال این از چند سالشون بود؟ فکر میکنم 26 یا 27 سال. چه جوریه که یک آدم در 26-27 سالگی اینقدر تاثیرگذار بوده؟ یعنی شما هر وقت این درباره شعر معاصر میخونین، از آدمای مختلف، افکار مختلف، در واقع آدمایی که خیلیشون به هم به نظر میاد افکارشون در تضاد، ولی همه درباره سلمان هراتی صحبت کردن و میکنن. من به نظرم این جهانبینی و فرازمانی سلمان و مطالعه گر بودن سلمانه که همه رو به سمت خودش میکشونه. یادم نمیره این خاطره ای که بسیار نقل میکنن از سلمان، یکی از دوستانش میخوندم نوشته بود که سلمان تو اوایل دهه 60 که گعده حوزه هنری بود و شاعران اونجا حضور پیدا میکردن، سید حسن حسینی، قیصر امینپور، همه این عزیزان اونجا حضور داشتن، سلمان رو همیشه پنجشنبه ها بعد از ظهر که می دیدن با یک پلاستیک، یک گونه خلاصه از نارنگی و پرتقال که از تونکابون می آورده، از مزردشت تونکابون. و سلمان این که این نارنگی ها رو می آورده می گفته من الان دارم از سر مزار فروغ میام، فروغ فرخزاد، نصفش هم اونجا به عنوان شب جمعه پخش کردن. یعنی اول میرفتن ظهیرالدوله. آفرین. آره. و بعد با همین سادگی، همین سلمان، یعنی همین سادگی، همین نجابت، این سلمان، سلمانی که برای پابلو نرودا، خطاب به پابلو نرودا با یک نگاه در حقیقت مسلمانی میگه افسوس که نیستی، اگر نه یک شاخه گل محمدی به تو میدادم تا با عطر آن تمامی دیکتاتورها را مسموم کنی. این سلمانی سلمانه. و سلمانی که از فروغ تأثیر پذیرفته، از سپهری تأثیر پذیرفته و یک مرحله‌ای رو سلمان داره تقلید میکنه و بعد به مرحله رشد و شکوفایی میرسه. به نظر من سلمان زود رشد کرد و شتاب شدن رو داشت و زود رفت. دریغا سلمان. واقعا حیف. این چیزی که گفتین، چند سال پیش من میخواستم برم ظهیرالدوله، خودم خیلی علاقه مند دیگه که در واقع مزار این بزرگان رو ببینه و آقای قرایی باورتون نمیشد که اجازه ورود نمیدادن. الان نمیدونم این مشکل حل شده یا نه، ولی همه جای دنیا آدم میره و در واقع مفاخرش، بزرگانش
مهمن، دوست دارن آدم ها بیان ببینن یاد بگیرن. ظهیرالدوله خیلی گورستان در واقع مهمیه، ما خیلی از بزرگانمون اونجا در واقع مزارشون اونجا. شما سمت ورامین تشریف بردید، مثلا جولیده نیشابوری اونجا دفنه، من رفتم دیدم بارها و بارها هم دیدم. متاسفانه یه مزار قشنگی از این جولیده نیشابوری نیست. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. این برای جولیده است. جولیده شاعر بسیار معروفی، بیش از 40 اثر در حوزه مذهب و شعر آینی داره. خیلی این اتفاق بدی، عمری به زیر پا لگد کردند او را، با زندن اینجوریه دیگه، حالا که میگیرند روی شانه مرده است. حتی بعد از مرگشون هم به نظر من روشونه نمیگیرن خیلی ها، که این باید تدبیری به خرج. فرخزاد، ایرج میرزا، رهی معیری، سبا و خیلی خیلی، این قصه سر دراز داره دیگه، این قصه سر دراز داره. و من اگر واقعا ما برای بزرگان کشورمون، مثلا همین تیپ های ارجمندان نویسنده مثل نادر ابراهیمی، چقدر ما به اینا توجه کردیم؟ بیش از 80 جلد کتاب داره نادر ابراهیمی. اصلا همین سلمان هراتی، چه کار کردیم برای سلمان؟ گاهی اوقات من نقطه نظرهای خانواده های اینها رو میخونم، اینه که از دنیا رفتن، میبینم اینا خیلی برافروختن از دست برخی از مسئولین فرهنگی. اون محمد رضا آقاسی خدا رحمتش کنه میگفت من اگه مردم، من دوست ندارم حتی یه نفر از این مسئولین فرهنگی بیان زیر تابوت منو بگیرن. شهردار منو بالاخره یه جایی جا میده. میگم بقیه دنیا، مثلا گورستان پرلاش یا پرلاشز فرانسه، از تمام دنیا میرن که اینجا برن سر مزار بزرگان. حالا باز رفقا زحمت کشیدن چند تا میدون، یکی به نام سلمان توی تهران، خیلی این کارا رو باید تحسین کرد. یه میدون به نام قیصر امینپور هست، میدون دیگه به نام سید حسن حسینیه. جالبه این اخوان ثالث شعر انقلاب، این تقریبا شما گذاشتین؟ نه نه، از دوستان شنیدم، کپی کردم، کپی رنگی البته. این در همین میدون هم تقریبا کنار همند، ولی به نظر من در حق سلمان هراتی اجحاف شده. باز چرا؟ چراشو باید از چراغ‌علیایی بپرسی که مسئول فرهنگیان دیگه، چرا نداره که، یعنی باید یه سریاشون رو واقعا تو این فضاها فهماند. مثلا من نگاه خود رهبر انقلاب تو حوزه فرهنگ میبینم، واقعا خیلی برام مثلا برافروخته میشم، کیف میکنم از شدت کیف برافروخته میشم. میگم بابا مثلا میشه یه مسئول اینقدر کتاب بخونه، اینقدر توجه داشته باشه به موسیقی، به شعر، به بزرگان، به فرهیختگان، به نگاه‌های مختلف، ولی تو خیلی از مسئولین نمی‌بینیم. به نظرم سلمان یک ظرفیت جدیه که باید الان راجع به او 10-20 تا مستند پورتره ساخته می‌شد. ببینید این شعر سلمان رو، یه شعری داره به نام آب در سماور کهنه. من نمی‌دونم شما مازندران تشریف بردید، فضاهای اونجا رو می‌شناسید چه جوریه. ببینید قدیمی‌های مازندران وقتی می‌خوان یه چیز رو روایت کنند، یه تقریباً ضرب‌المثل شده، میگه آب رو در سماور کهنه بریزیم، یعنی یاد قدیما بیافتیم. سلمان یه شعری داره به نام به همین عنوان، روایت میکنه زندگیشو و از سختیایی که کشیده، میگه میگه بر دامن مادرم اگر گندم میپاشیدیم سبز میشد، از بس گریسته بود، آسمان تنها دوست مادرم بود. سخاوت مادر رو میگه، سختی های مادر رو میگه، عشق های مادر رو میگه. برای هر کدوم از شعراش، حالا اغراقم نکنم، برای تقریبا خیلی از شعرهاش میشه یک فیلم ساخت. ما راحت گذاشتیم سلمان رو کنار. حتی گاهی اوقات من میبینم بعضی از دوستان که به سمت نوشتن زندگی نامه این عزیزان میرن، تاریخ‌های خلاصه فوت یا تصادف سلمان رو جابجا میزنن. یا همین بی‌توجهی خودمون مثلا به سلمان هراتی و امثال هم باعث میشه که اینکه دوستان ما یه زمانی اونجا محمد حسین جعفریان رو میگم که رایزن فرهنگی بود، میگفت اینا بزرگداشت گرفته بودن در افغانستان، چند تا از مسئولین، سلمان هراتی اهل هرات، نمیگو اهل هرات، میگو اهل هرات، که مثلا سلمان برای ماست. گفتم اه، سلمان قنبر هراتی برای ماست، بچه تونکاوونه، اهل مزردشت تونکاوونه. گفت میخواستن اینها این اتفاق رقم بخوره. گفتم بابا به خدا نیست، شما کیو قبول دارین؟ گفتم خلاصه ما علی معلم دامغه‌ای رو قبول داریم اگه بگه فلان. گفت گوشی رو دادم، شماره علی معلم دامغه‌ای رو گرفتیم، خلاصه ایشون پشت خط گفتن بابا سلمان قنبر هراتی شاعر معاصر ایرانه. ببین اگر ما توجه نکنیم به بزرگانمون، به مفاخرمون، از دست میرن، از دست میبرن دانشون. و این دیگه گفتیم که مستند پورتره باید ساخته بشه. همین زندگی شاعرانه ای که سلمان داشته،
که با وجودی که شعرش داشته اون موقع دیگه مطرح شده بوده ولی معلمی رو رها نکرده. معلمی میکرده اونم در شرایطی که باید سوار مینیبوس میشده میرفته چند ساعت جای دورتری به بچه های محروم، یعنی درس میداده و این وجوه هم کمتر شده. و یه مدرسه به نام سلام نهارتی نداریم. ببین آموز پرورش واقعا باید جدی فکر کنه به این مقوله. ببره بالا تابلو سلمان رو. امیدوارم. نکته‌ای که گفتین که متاسفانه خیلی از مسئولینمون مثل این که اشراف ندارن به کتاب و کتابخونی، کتاب نمیخونن. الان دارم میفهمم که ما از خیلی از مسئولین دعوت میکنیم و به کتاب باز نمیان. آیا کتاب نمیخونن که نمیان یا وقت ندارن؟ اگه وقت ندارن لطفاً یه وقت نیم ساعته به ما بدن. خیلی خوبه که مسئولینمون درباره کتابایی که خوندن صحبت بکنن. و اگر کتاب نمیخونید لطفاً بیاین بگین چرا کتاب نمیخونید. اینقدر سرتون شلوغه، از مسئولین عزیز در حوزه‌های مختلف ما دعوت کردیم، اگر توی برنامه ندیدید تشریف نمیارن. خب اینم باید رسانه ایش کنید به نظر من. آره، ولی سلمان واقعا من هر موقع اسم سلمان رو میشنوم پر تراوت میشم، پر چشمنداز شمال میشم. مثلا شما سلمان رو ببینید میگه که جهان قرآن مصور است، با چشمهای عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنی. یک عرفان اسلامی عمیقی پشتش خیمه زده دیگه. خدا وکیلی درسته این شاعر اینقدر مهجور واقع بشه؟ نه. تا سالها پیش ما میدیدیم یه بزرگ داشتایی و حالا که گاهی اوقات برخی هاشون هم شبیه کوچک داشتن میشد، برای سلمان برگزار میشد. دیگه من خبری نمیشنوم. ببین ما فقط نباید یه جایی رو متهم کنیم، بگیم آقا فقط ارشاد، مثلا فقط حوزه هنری. هلوهوش 30-40 تا نهاد فرهنگی داریم ما. اینا چه کار میکنن برای سلمان هراتی و قیصر امینپور و سید حسن حسینی؟ توی بخش بعدی، چون دیروز 8 آبان هم سالگرد در واقع در گذشت قیصر امینپور بوده، درباره قیصر امینپور هم صحبت بکنیم. ولی اجازه بدین این بخش رو با یه شعری از سلمان هراتی به انتخاب خودتون تموم بکنیم. بسیار خوب، یه غزل بخونم از سلمان. حتما. حتی بیشتر از یه غزل. به جای اون مسئولین بخونم که مثلا دعوت میکنید، من حاضرم شعر سلمان رو بخونم. چقدر خوب، آقای قرهی. یک شعری داره سلمان به نام به یاد شهیدان. بله. مصرع دوم رو بالاش نوشته، نمیدونم دوربین میتونه بگیره این رو. حتما اجازه بدید من بگیرم نشون بده. نوشته یک، پایینش چی نوشته آقای صحت؟ یک پایین. این مصرع رو از شهیدی به یاد دارم. ببین این سلمان نشون میده به ما که آقا جون این یه مصرع یه شهیدی هم اگر گفته من بیارم، اصلا لزومی هم نداشه شاید این عبارت رو بیاره. این خیلی چیزا به ما یاد میده. شعر دزدی نباید بکنه کسی. در سینم دوباره غمی جان گرفته است، امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است. تا لحظه های پیش دلم گور سرد بود، اینک به یمن یاد شما جان گرفته است. در آسمان سینه من ابر بغض خفت، صحرای دل بهانه باران گرفته است. از هرچه بوی عشق تهی بود خانه‌ام، اینک صفای لاله و ریحان گرفته است. دیشب دو چشم پنجره در خواب میخزید، امشب سکوت پنجره پایان گرفته است. امشب فضای خانه دل سبز و دیدنی است، در فصل زرد رنگ بهاران گرفته است. لنگرود 12/8/64. عالی. بفرمایید که چای بیارم یا دمنوش؟ یا دمنوش. بله الان. بعضی هاتون هستیم که یه داستان بلند نوشتید ولی به هر دلیلی نتونستیم اونو تبدیل به یه کتاب کنیم. خیلی هاتون رویای نویسندگی توی سر دارین ولی با اینکه فکر کنین استعدادش رو هم دارین هنوز شروع به نوشتن نکردین.
میخوام بهتون مژده بدم که نشر جامعه جم قراره یه مسابقه داستان نویسی برگزار کنه به اسم خودنویس. داستانتون رو تا 24 آبان ماه به نشر جامعه جم بفرستید. 20 نفر برتر وارد کارگاه نویسندگی میشن تا با همراهی اساتید درجه 1 برای تبدیل شدن به یه نویسنده مشهور و البته بردن کلی جایزه نفیس با هم رقابت کنن. موضوع داستاناتون باید مرتبط با سبک زندگی باشه و حداقل 50 صفحه بشه. خودنویستون رو بردارین و شروع کنید. رقابت بین شماییه که هنوز کتابی ازتون منتشر نشده. دمنوش عالی براتون آوردم آقای قرایی، یعنی خیلی سفارشی. چی هست؟ فکر کنم گلاب زبونه. همه چیزهای مفید گیاهانه، مفید و معطر توشه. مثل گل سرخ، مثل رازیانه، مثل میخک، یعنی ترکیبی از آرامش و سلامتی و تقویت اعصاب، پایین آوردن فشار خون. حالا من از شما بپرسم رازیانه کدوم از ایناست واقعا میدونین؟ رازیانه بله من میدونم. شوخی میگم ها. نه خیلی بهتون بگم. رازیانه یکی از ایناست. بله. خیلی خوب. خواهش میکنم. و بقیه چیزا هم الباقیشه، بقیه چیزایی که گفتم. ولی خلاصه هم خوشمزه است هم مفیده. خیلی خوب. دمنوش خوبیش اینه که بله میخوریم مینوشیم. بله 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 و کلی اصلا سرحال میکنه. به هر حال وظیفه من اینه که دمنوشامو خیلی تبلیغ بکنم، یکی از وظایفمه. شما یه تعبیری استفاده کردید که جالب بود، گفتین اخوان ثالث شعر انقلاب. بله بله. سلمان هراتی، قیصر امینپور، قیصر امینپور و سید حسن حسینی. میشه درباره هر سه باز هم برای ما حرف بزنیم؟ من با یه شعری از قیصر راجع به سلمان جواب شما رو میدم اگر. خواهش میکنم. پر ز جوشش و سرود مثل رود بود، پاک و بیریا مثل بوریای مسجدی در میان راه، ساده و صمیمی و نجیب. قیصر و سلمان و سید حسن، ساده و صمیمی و نجیبی، ستا واقعا اینجوری بودن. مثل کلبه غریب در کنار روستا، سبز و سربلند و خوب، مثل جنگل شمال، مثل نخلی از جنوب. خودشم قیصرم جنوبی بوده دیگه. گرم و مهربان مثل آفتاب بود، جاری و زلال و صاف، مثل آب بود، رودی از ترانه و حماسه بود و الی آخر. یه شعر بلنده به نام مثل یک خبر برای سلمان هراتی که آذر 66 قیصر گفته. این سه نفری که اسم بردیم واقعا خیلی تأثیر داشتن در شعر معاصر و خاصه شعر بعد از انقلاب یا شعر موسوم به انقلاب اسلامی. من در خاطراتی که حالا تو کتاب تاریخ شفاهی و اینا تون مشغول نوشتن این فضا و خاطرات شاعران هستم، اینجا زیاد شنیدم که در حوزه هنری بیشتر دو تا شخصیت نقد میکردن، یعنی با وجود بودن بزرگانی مثل استاد مهرداد اوستا و امثال هم، دو تا شخصیت هم خیلی درگیر مسائل شعر می شدن، یک قیصر امینپور و دو سید حسن حسینی. تا جایی که شعرها و مقالات متول اینها در نشریات سوره بله بله. معروف اون سالها می اومد و در حقیقت اینها پرمطالعه بودن، حتی خیلی اوقات شب رو هم در حوزه هنری سپری می کردن و برخی از شاعران که از شهرستان ها می اومدن میهمان اینها بودن، جز اثرگذارترین شاعرها بودن دیگه و خیلی از اینها کارهای خوب شنیدیم، کارهای بدی، اصطلاحات بدی و شگفت. مثلا من خودم محضر قیصر زیاد می رفتم، یه رباعی خیلی جانداری بود، همیشه می گفت این روز هم روز 13 آبان هم هست. در خواب شبی شهاب پیدا کردم، در رقص سراب آب پیدا کردم، این دفتر پرترانه را هم روزی در کوچه آفتاب پیدا کردم. به ایشون میگفتم کوچه آفتاب کجاست؟ گفت انقلاب اسلامی. یا حتی یک شعری داره قیصر برای فاتحان لانه جاسوسی، مثلا تو کتاب فاتحان لانه جاسوسی داره، تو کتاب تنفس صبحش هست و فضاهای از این دست. از این اتفاقات انقلابی اینچنینی که می افتاده همه این عزیزان زبان به شعر میگشودن. چقدر حوزه هنری تو اون سالها پرشور بوده، یعنی در و همه آدمایی که کار کردن آدمای شاخصی بودن، شعر، داستان، آره بله. سینما، نقاشی، موسیقی. سید حسن حسینی اون سالها، سال 65-66 میگه لوزه حوزه عمل میخواهد، یعنی قشنگ ما لوزه حوزه رو عمل کنی.
و یه اتفاقاتی میفته که اینها از حوزه بیرون میرن یا بیرون میراندنشون، دقیقا نمیدونم. این کتابی رو من نوشتم برای آقای حسین اسرافیلی، حوالی روشن صدا، پشتش اگر بخونید خیلی چیزا مشخص میشه. بله، حوالی روشن صدا، زمانه و زندگی حسین اسرافیلی، تاریخ شفاهی شعر معاصر ایران. آقای قرایی، این تاریخ شفاهی بسیار مهمه، چون با آدما گفتگوهایی که بله. میکنن دیگه بیواسطه، مستقیما چیزی که خود کسی که داره باش مصاحبه میشه میگه، و مصاحبه کننده دخل و تصرفی نداره، فقط با سوالاشه که داره در واقع جهان بینیشو نشون میده، و بعد با جوابا شخص مصاحبه شونده جهان بینیشو نشون میده. خیلی صریحه، خیلی بیواسطه است و خیلی مستقیمه، و در ایران و جهان داره به شدت به تاریخ شفاهی توجه میشه. بله، این داستان عینیه که داره آقای اسرافیلی از اون سالها میگه، و سالهای شکوفایی به نظرم حوزه هنری همون سالها بود. الان هم البته کارهایی میشه، ولی باید دقیق بریم بررسی کنیم، مثلا بشینیم با دوستانی که توی حوزه هنری فعالن جدی پیگیری کنیم، ببینیم به چه اتفاقات تازه و بدی اونجا رقم خورده. سید حسن حسینی، آقای صحت، یه خاطره من ازش دارم، خیلی خاطره خوبیه. رفتم اولین جلسه بی‌دلشناسیش تو همین حوزه هنری سالهای 82-83 فکر میکنم بود، یک سال این ور اون ور، دقیقا تو ذهنم نیست. یه 30-40 تا از این جماعت ارجمند هنر نشسته بودن، مرتضی سرهنگی نشسته بود، آقا مرتضی سرهنگی نشسته بود، آقای رسول ملا قالیپور نشسته بود، آقای دکتر ترکی نشسته بود، جماعت ارجمندی نشسته بودن پای صحبت سید حسن حسینی تا حرفای او رو راجع به بیدل بشنوند. ما از برخی از شاعرانمون حتی 2-3 ساعت فیلم نداریم. الان ما راجع به سید حسن فکر نمی‌کنم این چنینی داشته باشیم، غیر از اون جلسات بیدل شناسی. راجع به سلمان هم فکر نمی‌کنم داشته باشیم. ما داشته‌هامون رو باید بیشتر ارج بنهیم. راجع به سید حسن خیلی کار کم شده. خیلی کار کم شده. راجع به قیصر باز بیشتر داره توجه میشه بهش، که باید هم به نظرم باز بیشتر بشه. راجع به سلمان هم متاسفانه عرض کردم یک مدرسه به نام ایشون نیست، در حالی که چی؟ اگر هست من نمیدونم، چون خیلی هم جستجو کردم، حداقل منطقه خودشون یه اسمی از سلمان بیارن دیگه، یعنی 2-3 تا مدرسه، چون ایشون معلم بوده، رسما معلم آموزش پرورش بوده، و به هر حال میباید سلمان بیشتر از این بهش توجه بشه. من میخوام خیلی سریع، چون وقتمون تموم شده، اون دو تا کتاب دیگر هم معرفی بکنم اگر اجازه میدید. خواهش میکنم. از سری تاریخ شفاهی شعر معاصر ایران، همسایه صدر و همسفر رود، زمانه و زندگی دکتر محمد رضا سنگری. بله، آقای سنگری از بچه های از اهالی خوب دزفولن. دزفول منطقه جنوب صدر رو اینها زیاد داره. آهان، همسایه صدر و همسفر رود. سختی زیادی کشیده دکتر سنگری در زندگی برای اینکه به اینجا برسه. از پژوهشگرای خوب حوزه عاشورا و ادب عاشورایی و ادب معاصر هست. عالی. و از مشهد تا ژوهانسبورگ، بله، زمانه زندگی و زمانه سید عبدالله حسینی. بله، ایشون هم از شاعرایی که کمتر شناخته شده، بیشتر دیگه الان تو کارهای اجرایی، الان هم در ژوهانسبورگ هست. معمم هستن. بله بله. و شاعر. و شاعر. بسیار عالی، بسیار عالی. امیدوارم که وقت بذارین و اشعار سلمان هراتی رو بخونید. امیدوارم فرصتی بکنید و آثار قیصر امینپور رو بخونید. امیدوارم که بخونید آثار سید حسن حسینی رو و لذت ببرید. و خیلی از شما ممنونم. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم که یکی از این سردیس ها رو به رسم یادگار از ما قبول کنید. زنده باشید. باعث افتخاره. دمنوشا رو نخوریم آقا؟ بعدش، بعد از اینکه برنامه تموم شد میایم میخوریم. بفهمید، من راه رو بلد نیستم. خواهش میکنم، بفرمایید. بفرمایید. خب تقریبا از قدیمی ها هست تا امروزی ها. من اگر اجازه بدید باز قیصر رو بردارم. بله بله، بر ندیگه اصلا صحبت امروز کردیم درباره قیصر امینپور. خیلی هم خیلی گل قیصر. خدا رحمتش کنه. خدا رحمت کنه. اگه اجازه بدین آقای قرایی یه عکسی به یادگار با هم بگیریم. خواهش میکنم. سه دستان بنزم اینطوری بهتر نیست؟ باعث افتخار من میشه اون موقع. 3-2-1 چه عکسی شد. خیلی متشکرم.
در این برنامه ما آرزومون اینه که مردم با هم بیشتر حرف بزنن، بیشتر گفتگو کنن و بیشتر کتاب بخونن. آخرش خیلی خوبه. هر زدن هم خیلی خوبه. آره. راست میگید، این روزا ما ها یه ذره لال شدیم. مثلا با هم روانشناسا بله. اگر با هم اختلاف نظر داریم حرف بزنیم، اگر با هم اتفاق نظر هم داریم باز میتونیم با حرف زدن از حالا زاویه دیگه به چیزایی که خودمونم داریم بهش فکر میکنیم نگاه کنیم. حرف زدن خیلی خوبه. سعید بیابانکی میگه زندگی جمع دوستانه ماست. به 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 خیلی از حضورتون در این برنامه متشکرم. زنده باشید. بی نهایت. قربان شما. و از شما هم ممنونم. آقای دکتر مجتبی شکوری سلام. سلام، عرض ادب خدمت شما. ارادتمندم. ادامه صحبتمون درباره حال خوب. دقیقاً. بس. من اول دو تا نکته بگم. بس. اول اینکه خیلی‌ها کامنت گذاشتن که آقای شکوری تند حرف میزنه. من می‌خوام بگم دقیقاً حق با اوناست و من حتی دوستا و خانواده‌ام هم درست نمی‌فهمن من چی میگم و من چون بیش فعالم اصلا همه چیم راه رفتنم حرف زدنم تنده. باور کن نصف مغز من صرف این میشه که هی به خودم میگم مجتبی آروم حرف بزن، الان هیچ چی نمی‌فهمه. از شما می‌خوام که این ایراد منو کنترل کنید. یعنی هر وقت دیدین من مثل الان دارم تند حرف میزنم شما یه اشاره بکنین که حالا آروم تر بشه. من چیکار کنم که تند تر حرف بزنم؟ شما، منم سعی میکنم به شما کمک کنم. باش. پس حقیقت چیزی بین ماست. آره، آره. خب این نکته اول. این نکته اول. نکته دومی که ما تو قسمت اول این جمله رو یه بار دیگه بذار بهش فکر کنیم. حقیقت چیزی بین ماست. دقیقاً. آخه یه جمله خوندم مضمونش اینه که برای نگاه به یه مسئله سه تا زاویه دید هست. خب اون چی که من فکر میکنم، اون چی که تو فکر میکنی، اون چی که واقعیته. واقعیته، عالی. دقیقا پوینت آف ویو ما رو مثلا یه سنتزی از ما به نظرم درست حرف میزنه. یه شما که البته استاد ما اینجا سارت نشه قربان. دوم نکته این که ما به مردم عزیزمون گفتیم که اسم فیلم زندگیشون رو بر ما کامنت کنن. تقریبا صدها نفر لطف کردن، افتخار دادن و نوشتن. بعضی از اون اسامی خیلی خوب بود. فقط امیدوارم اونایی که نمیخونیم فقط به خاطر وقت کوتاه برنامه ماست. من اول بگم، اولی مواجهه من با این اسمایی بود که چقدر ناراحتن مردم. میدونید و چقدر منو مصمم کرد برای اینکه این برنامه‌ها در مورد حال خوب و جدی‌تر دنبال کنم. یکی مثلا نوشته بود خشم و هیاهو، یکی نوشته بود فایت کلاب. یکی جالبه که هم خشم و هیاهو و هم فایت کلاب اسم دو تا کتاب و دو تا فیلمه. در حقیقت فایت کلاب که دیوید فینچر هم ساخته بل و خشم و هیاهو هم که رمان معروف فاکنر که با دو تا ترجمه هم به فارسی ترجمه دقیقاً منتشر شده. یکی نوشته بود دختری که هیچ وقت خودش نبود. یکی نوشته بود دیوانه از قفس میپرد، باز فیلم محبوب شماست و کتاب محبوب. دقیقاً همینطوره. البته اون پریده یا پرواز بر فراز آشیانه فاخته. دقیقاً. یکی نوشته بود تنها در خود. یکی نوشته بود از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. یکی نوشته بود دگردیسی، یکی نوشته بود جزیره سرگردانی، یکی نوشته بود جزرومد، یکی نوشته بود شب سپید. و میدونید من وقتی اینا رو میخوندم احساس کردم که چقدر ما نیاز داریم به یه جریانی درست از حال خوب، از کتابای خوب، از فیلمای خوب. ولی من تو اینا خیلی به نظرم منفی نبود. مثلا جزیره سرگردانی، برای اینکه ما به هر حال یا فایت کلاب، باشگاه مشت زنی، به هر حال ما تو زندگی باید مبارزه درسته. کنیم. ولی واقعیت اینه که چگالیه عنوان‌های منفی از عنوان‌های امیدبخش و مثبت و آرامش‌بخش خیلی بیشتر بود. آخه مگه اینجوری نیست؟ مگه یه بار منفی نیست که ما باید بجنگیم تا به مثبت تبدیل بشیم؟ اصلا امروز می‌خوام راجع به همین بار منفی حرف بزنم. یعنی در مورد رنج که ذات دنیاست و اینکه ما چطور با این رنج بتونیم مواجه بشیم. دقیقاً. یه کتاب خیلی خوبم آوردم. اسمش تله شادمانیه. کتاب تله شادمانی، دست از تقلا کردن بردار و زندگی کن، راس هریس، ترجمه دکتر علی صاحبی، مهدی اسکندری، با مقدمه دکتر استیون هیز. دقیقاً. بله. ما میریم که البته یه ذره آروم اینو توضیح بدیم. همین الان خدمتتون عرض کنم که ما یه کتاب از دکتر راس هریس معرفی کردیم تو فصل گذشته، اسمش سیلی واقعیت بود. دکتر راس هریس پزشکه که بعد از سالها خدا یه پسر بهش میده، عاشق پسرشه. تو دو سه سالگی متوجه میشه بچه‌اش دچار اوتیسم شدیده. این یه سیلی واقعیت توی گوش پدریه که با همه وجود عاشق بچه‌شه و این نقص رو تشخیص میده. و
برای بیننده‌هامون که اگر نمیدونن اوتیسم چیه، بخوایم ساده بگیم یک در خود فرو رفته درست دقیقاً که گاهی وقتا ارتباط با جهان خارج رو کمی مختل میکنه، بستگی به اون در واقع پیشرفت داشتن این اوتیسم در جهان ذهنی خودشون بیشتر زندگی میکنن تا در جهانی که برای بقیه واقعی به نظر میاد. یه فیلم هست رین من. بله بله. که اصلا داستانه و میتونین که آدمای اوتیسم دارن خیلی هدیه های بزرگی به دنیا دادن. یعنی این در خود فرو رفتن باعث میشه به عنوان یک هدیه برای جمع برمیگردن. خیلی هنرمندای خوبی هستن، خیلی فیلسوفای درجه یکی هستن. یعنی به هیچ عنوان لیبل یه بیماری خیلی داره فعاله و یک ویوی متفاوت به مسئله داره. بسیار آدمای باهوشی هستن. دکتر راس هریس ولی درد این که بچهش با بچه های دیگه نمیتونه بازی کنه، گاهن مسخره میشه به خاطر ویژگیاشو، واقعا از عمق وجود تا مغز و استخوان حس میکنه. در حقیقت این چیزی که او در موردش حرف میزنه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، دانشی است که او از کتابخونه ها به دست نیاورده، دانشی است که او زیسته. بر اکسپتنس اند کامیتمنت تراپی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. این اون چیزی که متد آقای دکتر راس هریسه. ولی سروش جان یه دانشیه که آغشته کرده به خودش، یعنی یک دانشیه که او زیسته، او وضعیتی در دنیا داشته رنجناک و مبارزش با رنج به عنوان یک پدر در حقیقت حاصلش این نظریه شده ACT یا ACT که ما امروز میخوایم راجع به صحبت کنیم. بسیار عالی. ببینید مردم خیلی پر از رنجن تو حوزه‌های مختلف، اذیت میشن و راهی برای رهایی پیدا نمیکنن. یه عده آدم از این رنج پول در میارن، یه عده مردای کوچه‌چرواری با دندونای لامینت شده توی این سری همایشا شروع میکنن، انگیزه میدن به جنگ، یالا تابلو آرزوها درست کن، میتونی، تون صداشون، و آدما رو میفرستن بیرون از سالن. و من فکر میکنم این یه جور مخدره، یه جور مسکنه، یه جور ژلوفنه که فقط برای یک هفته درد و تسکین میده. خیلی هم پول در میارن، خیلی هم موفقن، خیلی هم برندن. وقتی برمیگرد میگه آقا من یه هفته حالم خوب بوده ولی پایدار نبود، احتمالاً میگن یا تو ایمان نداری به این چیزا، چون واقعا نمیشه ایمانم داشت، یا باید تو دوره بعدی ما ثبت نام کنی که ما اونجا به این میپردازیم. این چیزی که دکتر راس هریس میگه از این جنس درمان ها نیست، از این چیزا نیست که بعد از اینکه برنامه هم تموم شد همه بگن ایول بریم به جنگیم فلان. از این جنس چیزاست که همه یک کمی آرام به فکر فرو میرن که در مورد رنج هاشون چی کار میتونن بکنن. چی کار باید بکنن؟ ببینید اولین نکته اسم کتابه، تله شادمانی. دکتر راس هریس یه سوال ویرانگر میپرسه، میگه همه رسانه ها همه چی تبلیغ میکنه که شاد باش و شادمانی رو هدف اصلی زندگی قرار میده، اما سوال مهم اینه چقدر ممکنه؟ چقدر شادمانی ممکنه؟ و دکتر راس هریس به عنوان پزشک میگه که اصلا ممکن نیست. میدونی؟ یعنی میگه رنج همواره با ماست، به خاطر اینکه ساختار مغز ما تکامل پیدا کرده برای بقا و نه برای شادمانی. یعنی کار ویژه اصلی این ذهن و این مغز و این روان و ناخودآگاه بقای ماست و این بقا مسبب رنجه. مثلا ذهنی که برای بقا داره تلاش میکنه و برنامه ریزی میکنه دائما بیشتر میخواد، میدونی، برای اینکه فکر روزهای سخت رو میکنه. ذهنی که برای بقا تمرکز میکنه تاکیدش رو چیزی که نداره، میدونید. ذهنی که برای بقا تلاش میکنه تاکیدش، میدونید، روی شاد بودن در لحظه نیست، روی یک استراب در مورد آینده است، اینکه چه پیش خواهد اومد. بیننده از خودشون بپرسن، به شادترین لحظه زندگیشون نگاه کنن، در یک سفر، در یک مهمانی، در یک بعد از اعلام یک نتیجه یک امتحان، اون لحظه، اون عکسی که با همه سلولاشون خوشحال بودن، آیا تو اون لحظه هم رگه‌هایی از اندوه و استراب رو تجربه نمی‌کردن؟ ما اصلا نمیتونیم خالص و شاد، پیور، میدونید، درست خوشحال باشیم. میدونید من میگم خیلی درخشانه اون کلمه که برای رنج انتخاب کردن. پین رنج جسمی، آی مین پین، من دستم درد، من بدنم درد میکنه. ولی سافرینگ کلمه‌ای که رنج روحی رو توصیف میکنه و همه چیز تو اون آی ان جی نامرد آخرشه که مدامه، که استمراریه، میدونید. و چقدر اون آدم باهوش بوده وقتی به رنج روحی گفته سافرینگ. چقدر چیز درستی رو. چطور میتونیم؟ اولین نکته این که پیش فرضم رو در مورد این که میتونیم به لحظه از شادمانی خالص برسیم بذاریم کنار. دکتر من اجازه میدی یه چیز کوچیک بگم؟ آره، ببین درسته، آره، یا اشتباه. آره. یه چیزی گفتی که خیلی درسته، که رنج همیشه با ما هست.
ولی من فکر می‌کنم شادی هم همیشه با ما هست. آفرین. یه سنتز از ایناست. آره. دقیقاً یه ترکیب جدای ناپذیر از ایناست زندگی. ولی دنیای ما با صنعت عجیب تبلیغات و سرگرمی به شدت تجویز می‌کنه شادی رو. ولی میدونی به بخشی مهمی از وجود ما که اندوه و رنج و غم بی تفاوته. نهایتا تجویزی که میکنن اینه که مثبت نگاه کن. سعی کن نیمه پر لیوان رو ببینی. ولی گاهی وقتا این لیوان نیمه پری نداره. مثلا 94 آقا سر. اصلا در این دوتا در هم نشینی کنار همان که معنی نیمه پر واقعیت داره، نیمه خالی لیوان واقعیت. من که اگر قلبتو ببینیم، اگر که اینجوری میشه یه خط میشه، اصلا مهم نیست خط حالا اینجاست یا اینجا، ولی مرگ این حرکته که زندگیه، این نوسانه. آره. که زندگی رو میسازه. دقیقاً من سال 94 اینو فهمیدم. من نمیخوام توضیح بدم چون شخصیه، ولی من سال 94 بنا به دلیلی مجبور شدم دو تا عمل جراحی بکنم. سال بعدی بود، من الان تقریبا دور تا دور رنگم تقریبا، فقط موتوری سالمم. یعنی خیلی سخت بود. خیلی میدونی من یه جایی توی تاکسی نشسته بودم بعد از اینکه شنیده بودم که مثلا یه عمل سخت هست، و با یه آهنگ شاد مثل همین آهنگ معروف شده سنیده ایلر، یه پیرمرد آذری یه چیزی رو شاد اینجوری پر، و احساس کردم اینجا میخوره. میدونی تمام مدت بعد از شنیدن خبر من تلاش میکردم مثبت نگاه کنم، دستم دیدم دارم گریه میکنم بدون اینکه بدونم. میدونی انقدر خراب بودم، و از جایی تونستم در حقیقت وارد پروسه درمان بشم که در حقیقت اندوهمو بروز میدادم. یعنی با آدما میگفتم من میترسم از این عمل، من احساس میکنم در حقم ظلم شده، من درد دارم. من میدونی وقتی بروزش میدی، وقتی به رسمیت میشناسیش، اونجاست که اتفاق خوب میفته. خب چی کار کنیم که وقتی میخوایم بروز بدیم، خب بروز بدیم ولی ضعیف نباشیم؟ ضعیف نباشیم. این کتاب و این درمانی که پیشنهاد میکنه دقیقا همینه. با این جمله تمام کنم. حسین وحدانی مینویسه که شادی عدم غم نیست، شادی کنار آمدن با غمه، زیستن مسالمت آمیز با غمه. اصلا اینی که بخشی از من این اندوه. این کتاب مبتنی بر acceptance and commitment، یعنی پذیرش و تعهد. ببین اولین چیزی که میگه هر آدمی تو ذهنش یه سری داستان‌های تکراری رنجالود پخش میشه. مثلا داستانی که تو ذهن من هی پخش میشه دو تا داستانه. یکی نگرانی دارم در مورد فوت پدر مادرم دائما. یعنی شاید در روز من نیم ساعت به این فکر میکنم که اگه پدرم یا مادرم از دنیا برن من چی سر من میاد، و این داستان به شدت رنج آوره. انشالله خدا پدر مادر شما رو بیامرزه. یه ماجرای دیگه اینه که من دست پاچه لفتیم. میدونید یعنی الان یه کاری خراب میکنم، یا مثلا به اندازه کافی خوب نیستم، همون تله نقص شرم که در مورد فصل قبل توضیح دادیم. ببین این کتاب میگه این داستانا رو نمیتونیم ساکت کنیم، میتونیم به رسمیت بشناسیم، و هر وقت این صدا پخش شد یه اسم براش بذاریم. مثلا داستان من دست با چلفتیم، همین که بهش میگیم داستان من دست با چلفتیم، داریم از رسمیتش کم، از قدرتش کم میکنیم. داریم میگیم یه داستان، یه اسم داره، و میتونیم جدا سازیش کنیم. میتونیم به عنوان نه یه فکری که در ذهن من میچرخه، به عنوان یه پدیده‌ای که من اسم داره و تو صدای و تو سر من پخش میشه در حقیقت بشناسیمش. بیننده ها به این فکر کنن الان که اون داستانی که تو ذهن اونا به صورت تکراری پخش میشه چیه. خب ولی ممکنه باید برام توضیح بدید که حالا وقتی که اسمو گذاشتی چی کار کنی، چی کار کنی؟ به اونجا میرسیم. ولی در گام اول به این به شناسایی داستانهای پر تکرار باید دست بزنیم. خب من چه قصه، مثلا شاید قصه من تنها میمونم برای یه نفر، شاید قصه من به اندازه کافی نیستم برای، شاید نمیدونم چیه، ولی همه آدما، شما، من، یه داستان پر تکرار رنجالود داریم که این به صورت یه مه کل ذهن ما رو پر میکنه، نمیدونیم چیه. اینو باید تبدیل کنیم به یک بسته‌بندی، به یک قصه که میشناسیمش. دکتر راس هریس میگه میدونی این افکار مثل رادیو ان که خبر منفی پخش میکنن. میگه هیچ جوری نمیتونی رادیو رو خاموش کنی. کاش میشد، ای کاش دنیایی بود که این رادیو رو خورد میکردی و خلاص میشدی، ولی ممکن نیست. میگه روانشناسی مثبت اندیشی یه تجویز غلط میکنه، میگه یه رادیو دیگه روشن کن که اخبار مثبت پخش میکنه، و ببین چه هرج و مرجی تو ذهن آدمی که میخواد این کارو بکنه، از این طرف خبرهای منفی، از این ور مثبت. دکتر راس هریس میگه نه، نمیخواد رادیوی دیگه روشن کنی، این رادیو رو و این برنامه رو به رسمیت بشناس و گوش کن، شبیه کسی که داره کارشو میکنه و یه صدایی هم داره پخش میشه. خب یعنی میخوام بگم این بخشی از شماست این صداها و خاموش نمیشه. چطور بتونیم حالا بیشتر، یعنی تکنیکای عملی تر بگیم؟ میگه بهش حس بده، بهش شکل بده. مثلا این فکری که من نگران فوت پدر مادرمم، برای من یه ستاره است با لبه های تیز، فولادی، سرد و به شدت میدونه آسیب رسان که میچرخه.
برای من اینه، هر وقت به این ماجرا فکر میکنم، به این داستان، اون میاد تو ذهنم. آقای سروش صحت میتونی این چه کمکی میکنه؟ یادتونه تو قسمت قبل گفتم ما یه دنیای دو بعدی داریم مثلا بره. که اگه من یه بعد بالاترم، اشراف کامل بهش دارم، افکار انگار یه بعد از ما بالاترن، انگار چهار بعدن. من برای اینکه بتونم کنترلش کنم باید بیارم تو دنیای سه بعدی خودم. این کار این وظیفه رو انجام میده. یاد یه فیلمی افتادم دکتر، فیلم بیوتیفول مایند، ذهن زیبا، راسل کرو. آره، که بر اساس واقعیت هم هست، یعنی جان نشه. بله. که اونم اوتیسم داشته. آره دقیقاً. و اسکیزوفرنی و تصاویری رو میدید، آدم‌هایی رو میدید که وجود خارجی نداشتن ولی برای این وجود داشت و تمام عمرش وقتی داشت با اینا مبارزه میکرد نمیتونست و خیلی داشت اذیت میشد ولی یه جای اینا رو پذیرفت. حتی توی فیلم ما میبینیم که دیگه برش میده دستی هم تکون میده، خودش میدونه که بقیه نمیبینن ولی این از کنارشون با یه لبخندی رد میشه. دقیقاً. یعنی از وقتی به رسمیت میشناسه اینها رو زندگیش دوباره کنت، یعنی دست از تقلا کردن باید برداریم و زندگی رو آنچنان که هست و نه آنچنان که ما انتظار داریم. برنده نوبل این آدم. بله. اصلا گیم تئوری رو ایشون بنیان میذاره دیگه. آره خب ما هنوز خیلی باید حرف بزنیم. آره. تازه این یه مقدمه. آره خب اوکی. ولی خب مقدمه شروع شد. دقیقاً. توی برنامه بعدی میریم سراغ چهارشنبه بعدی در موردش حرف میزنیم باز و امیدوارم که مفید باشه. من تون حرف میزنم، شما آروم. آروم خوب بود این دفعه. آروم حرف زدم. آروم بود. ممنونم. خیلی ممنون. مرسی. خدا نگهدار شما.